سلام و درود دوستان، ادامه طراحی از دست رو با من ناصر احمدزاده پی بگیرید، داشته باشید این کلاس رو هم. امیدوارم که کلاس قبلی رو، شروع این درس رو که در کلاس قبل آموزش دادم با دقت دیدین توی همین فضای یوتیوب چند بار و تمرین کردید و تکرار. توی این ویدیو مشتاقید که ببینید این کار چجوری به سرانجام خواهد رسید و بعد از پایان این ویدیو تمرین انجام میدید. بعد از تمرینتون دوباره بشینید و توی فضای یوتیوب دوباره ویدیو رو ببینید تا اگر نکته‌ای از دستتون در رفته و حواستون نبوده جایی رو دقت نکردین، این تکرار مطلب رو شما متوجه بشید با دیدن این تکرار، چون که خیلی نکات ریزی داره. نکاتی رو من توضیح میدم همیشه توی ویدیوها که نه لزوماً مربوط به اون کاری باشه که دقیقاً دارم انجام میدم، بلکه اصولاً در مورد طراحی و کارهایی که باید این طراحی انجام بدیم من توضیح خواهم داد. همیشه در نتیجه بهتره که چندین بار ویدیوها رو ببینید. فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که به هیچ عنوان دانلود نکنید، چرا که این کار به ما لطمه خواهد زد و به گونه زحمت ما رو که به صورت رایگان برای شما کار انجام خواهیم داد، آموزش ارائه میدیم، زحمتمون رو به نوعی به هدر خواهد داد. انتظار ما اینه که ویدیوها رو در فضای یوتیوب ببینید، لایک بکنید حتما و همچنین برامون پیغام بذارید، کامنت هاتون رو با دقت و وسواس سر فرصت میخونم و با دقت و وسواس هم پاسخ خواهم داد. خب، طرز استفاده از پهنای مداد رو دقت بکنید، خطها و فرم های نرم و دوار در جهت سایه زدن و حجم پردازی. ایجاد فرم و بعد و همچنین اون حالت توهم و باورپذیری حجم داشتن فرم که با وسیله سایه روشن این کار رو انجام میدیم. در اصل هدف از سایه روشن اینه. البته تیره کردن ها تأثیرات دیگه ای هم داره. تیره کردن ها و روشن کردن ها جدا از ایجاد حجم، بحث پرسپکتیو تیرگی روشنی و وضوح هست، همچنین بحث فشار، سنگینی، تمرکز و حتی ریتم هم میتونه باشه. بستگی داره که این تیرگی روشنی با چه فواصلی و با چه تضادهایی کنار هم دیگه قرار بگیرم. مثلا یکی توضیح داده بودم که قسمت بالای بند انگشت ها و ماهیچه شون قسمت بالاشون حجم بیشتری داره نسبت به قسمت پایین. اینجا نسبت به اینجا حجم بیشتری داره، اینجا نسبت به اینجا، همچنین اینجا نسبت به اینجا.
جاهایی که تأیید میکنم، جاهایی که تیره تر میکنم، میتونم از مداد تیره تری هم استفاده بکنم. دوستان مدادهای گروه B هستن، چیز عجیب و غریبی نیستن، حالا در مارک های مختلف میتونید تهیه بکنید. این تیره تر کردن ها کمک میکنه که حجم فرم رو بهتر نشون بدیم و برای بیننده باورپذیر تر باشه. گودید است. حالا فرم ها و مایشه های زیاد و متنوعی داره که با قدری حالا تیره تر کردن میتونیم اون رو نشون بدیم. خب دوستان، این کلاس هم پایان پذیرفت. نمیخوام بیشتر از این وارد حالا جزئیات سایه روشن و نور و سایه و آنچه که دیگه بیشتر از این کار رو رئالتر و به گونه ای حالا طبیعی تر میکنه بشم. هدف نشون دادن حجمه و همچنین هدف اینه که شما تناسبات رو یاد بگیرید و طرز طراحی کردن رو، موضوعی که بس کار میکنیم و بحث آموزش ما هست، یک مسئله است. و مسئله بعدی شاید هم مهمتر اینه که چجوری طراحی بکنیم با هر سوژه. موفق و پیروز باشید تا کلاس بعدی. بدونید